سلام به همه شما دوستان و رفقای عزیز و بامرام. میگم پس پری روزا آخون خبیسی مثل شیش کلاسه های ردی رفت جلوی اوزی و استاد و قول داد درساشو بخونه و با ایشالله و ماشالله تورم و گرونی رو بیاره پایین و معیشت رو حل کنه. آره جون عظمت. در این فتنه های اقتصادی هم حتما مسئولین با کمک مردم عزیزمون از این وضعیت و شرایط انشالله به سلامت عبور خواهیم کرد. ما تردید نداریم ملت عزیزمون در صحنه هستن، مسائل ارضی و مشکلات معیشتی و اینها، همه اینها ما یقین داریم. به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هم عرض میکنیم، به مردم عزیزمون هم عرض میکنیم، مسئولین با مشارکت مردم حتما شرایط و وضعیت تورمی رو کنترل خواهند کرد و ما هم تورم رو کنترل میکنیم هم شرایط رو انشاءالله کاهشی خواهیم کرد. دی 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 بزک نمیر، بهار میاد، کمبوسه با خیار میاد. کدوم کنترل ها؟ کدوم کشک ها؟ کار به جایی رسیده که تو استبل یه دست ولایتم خبیسی و باید درمانی هاشو مسخره میکنن. ملاحظه بفرمایین. فرمایشات دولت مردان محترم که عبارت بایدها اکثرا تک کلام اون عزیزان هست، آیا فرمایشات این عزیزان در حوزه اقتصاد اشتغال با واقعیت‌های کف جامعه فاصله زیادی داره؟ سفره مردم روز به روز کوچک و کوچکتر میشه. بله، بعدم یه دو جین از سگ و سیلهای عظما تو استبل ولایت شروع کردم به لنگ و لگت زدن به خبیسی و از همه طرف سکه یه پولش کردن. کنترل کنید این نابسامانی ها را، مدیریت کنید این به هم ریختگی ها را، نظارت بفرمایید این ایرادات را، بالا رفتن قیمت ارز یعنی فشار لحظه به لحظه به مستاجرین، یعنی فشار اقتصادی به خانواده های پر جمعیت، یعنی فشار مالی به جوانان بیکار و جویای کار. جناب آقای رئیس، نقطه آخرم گرانی گوشت و نوسانات ارز، بیا مسئولین پاسخگو باشن. این وضعیت تورم و نابسامانی بازار همینطوری داره به خودی خود پیش میره، هیچ کس پاسخگو نیست. امروز وضعیت بازار و مردم خوب نیست، حتی بچه های مذهبی انقلابی ما خسته شدن از این وضعیتی که حاکم است. وای بله دوستان، اینجوری هست. اوضاع به قدر خرابه که مغر میان آدم های خودشونم از این رژیم خسته شدن و بریدن. اینه که اینا افتادن به جونم. آره، اما این وضعیت هم نمیتونه همینجوری بمونه. رشته های اوزی طوری پنبه شده است که آخر خطش تو دره سرنگونیه. مرحمت زیاد.